شاگردای عزیز سلام، امیده که دارای صحت کافی باشین و از گزند حوادث روزگار در امان. خب حال ما شما میاییم برای موضوع درس امروز. موضوع درس امروز ما تعامل نایتروژن با هیدروژن میباشد. اهداف آموزش چی میباشد؟ از شاگردا انتظار برده میشود که در پایان تدریس به اهداف زیر دست یابد. یک، دانستن توزین معادلات کیمیایی. دوم، انجام دادن عملی توزین در تعاملات کیمیایی. سوم، معتقد شدن به این که تعامل کیمیایی در لابراتوار به اساس معادله توزین شده صورت می‌گیرد. و نام خداوند بزرگ شروع می‌کنیم. تعامل نایتروژن با هیدروژن. طوری که می‌دانیم تحت شرایط خاص نایتروژن با هیدروژن تعامل نموده و گاز امونیا را می سازد. نایتروژن به حالت گاز است. جمع هیدروژن یه حالت گاز داره. زمانی که با هم تعامل میکنن در موجودیت کاتالیست های مناسب، فشار بلند و حرارت. ببخشید دیگه جایی نیست. تعامل میکنه و تشکیل گاز امونیا را میکنه که اینمی گاز بدبویی که شما بدن در تشناب اسم میکنین گاز امونیا یا NH3 میباشد. معادله پاو نمایش یک معادله ساده میشه. یک معادله بسیار ساده میباشد. طوری که دو ماده ساده یعنی نایتروژن با هیدروژن تعامل میکنه و یک مرکب ساده را میسازه، یک مرکب ساده دو عنصری را میسازه که ما شما به نام گاز امونیایی را یاد میکنیم. اینا رو میبینیم که آیا این معادله توزیع شده یا نشده. معادله توزیع نشده چون که طرف راست تا و طرف چپ تعامل تعداد اتم ها با هم برابر و مساوی نمیباشند. اینا رو ببینید، طوری که دیده می شود در این تعامل یعنی در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را هیدروژن دارا می باشد. طوری که دیده می شود در این تعامل بیشترین تعداد اتم ها را هیدروژن دارا می باشد. یعنی به طرف راست معادله اتم هیدروژن یک اتم نایتروژن، یک اتم نایتروژن دارید و به طرف چپ تعداد اتم های نایتروژن دو می باشه، ضریبی دو می باشه. اما در طرف راست معادله یک اتم نایتروژن در فرمول امونیا موجوده. اینجا چون که یک اتم نایتروژن داریم پس در فرمول امونیا ما صرف یک اتم نایتروژن داریم. رضا معادله توزیع نشده پس معادله ما بی موازنه می باشه یا توزیع نشده. رضا امونیا را ضرب در دو می نماییم. مرحله اول تعامل. خب تعامل دوباره نوشته می گیریم. نایتروژن که حالت گاز داره با هیدروژن که هم حالت گاز داره در موجودیت کاتالیست فشار بلند و حرارت تعامل میکنه و تشکیل گاز امونیا را میکنه. این حالت گاز داره و موادی که به طرف راست تعامل نوشته شده این به نام مواد حاصله یا محصول تعامل ای را یاد میکنن. اینا رو ما و شما چی میکنیم؟ آره ما و شما تعداد اتمای نایتروژن، هیدروژن مساوی و برابر میسازیم به طرف راست تعامل. این طرف مواد تعامل کننده داریم و این طرف مواد حاصله. خیر است، من دوباره برتان نوشته میکنم. مواد تعامل کننده و مواد حاصله.
خب الان چی میکنیم؟ دارین تعداد اتمای نایتروژن و تعداد اتمای هیدروژن نوشته میکنیم. تعداد اتم های نایتروژن و تعداد اتم های هیدروژن مواد آسفره. خب تعداد خرد نشه میکنم اتم های نایتروژن و تعداد اتم های هیدروژن. آره ببینین تعداد اتم های نایتروژن، تعداد اتم های نایتروژن به طرف چپ تعامل چند اتم داره؟ آفرین آفرین، نام خدا، دو اتم. لیزا جان میگه که دو اتم. نمیشه میگیم در پیش روی تعداد اتم های نایتروژن دو اتم. هیدروژن میبینیم تعداد اتم های هیدروژن به طرف چپ تعامل چند اتم است؟ بسیار خوب، نام خدا، دو اتم. آفرین دو اتم. اگر من در شرطه کنم چند اتم هست؟ یک اتم. فوراً در مقابلش نمیشه میگیم یک. و تعداد اتم های هیدروژن در مولکول یا مرکب امونیا چند اتم هست؟ سه اتم. ببینید چون که ضریبی سه است، فوراً نشان میکنیم چند؟ نشان میکنیم سه. اینال هرگاه ما و شما این دو طرف با هم مقایسه کنیم، دو اتم یک اتم برابر نیستن، دو اتم سه اتم. پس اینال ما و شما چی میکنیم؟ مرحله دوم ببینید چون تعداد اتم های نایتروژن به طرف چپ تعامل یعنی به این طرف تعامل دو اتم است، لذا با قرار دادن ضریب دو به فرمول امونیا طرف راست معادله، یعنی امونیا به طرف راست معادله، تعداد اتم های نایتروژن به دو بالغ میگردد. چون که اینجا موازنه برقرار نیست، اینا رو بعضی که ما اینمی موازنه رو برقرار کنیم ما چی میکنیم؟ فوراً چون که اینجا دو اتم نایتروژن داریم، اینمی دو را انتقال میدیم، ضریب مولکول امونیا میکنیم. فوراً اینجا یک دوی کلام نشه میکنیم. خب این شد، این مرحله دوم تعامل شد. تعداد اتم های نایتروژن را با هم برابر کردیم. حالا میاییم در مرحله دوم. نشه میکنیم مرحله دوم تعامل. پس نوشته میکنیم تعامل امونیا نایتروژن ببخشید جمع هیدروژن بعد تعامل کاتالیست فشار بلند و حرارت تعامل میکنه و تشکیل گاز امونیا را میکنه. امونیوم بالات گاز تولید میشه. خب اینجا برای امونیا ضریب چند داریم؟ ضریب دو. این همینجا ما نوشته میکنیم که یاد ما نره. خب اینا رو باز نوشته میکنیم تعداد اتم های نایتروژن و هیدروژن به دو طرف تعامل، یعنی در مواد تعامل کنده و مواد حاصله مقایسه میکنیم. نوشته میکنیم تعداد اتم های نایتروژن یکش، تعداد اتم های هیدروژن اینجا هم نشه میکنیم در مواد حاصله یا مواد بدست آمده. تعداد اتم های نایتروژن و تعداد اتم های هیدروژن.
اینا لیارا مقایسوی میبینیم. خب در این تعامل تعداد اتم های نایتروژن چند است؟ بازم دو اتم هست. فوراً پیش روی تعداد اتم های نایتروژن دو نمیشه میگیم. تعداد اتم های هیدروژن چند است؟ دو. این ببینه. اینجا یک دو نمیشه میگیم. حالا میاییم در مسئول یا حاصل تعامل. تعداد اتم های نایتروژن به نظر شما چند اتم هست؟ دو ضرب یک این. دو این. دو اتم هست. فوراً دو را نمیشه میکریم. حالا میاییم تغییراتی که در هیدروژن آمده. تعداد اتم های هیدروژن چند شده؟ شش شده. بازم معادله توزیع شده یا نشده؟ بازم یک چیزه که باقی مانده. اینا را این مرحله سوم تعامل میرسیم. در مرحله سوم تعامل چی میکنیم؟ بیان که همینجا نوشته کنیم که مرحله سوم تعامل. بازم در مرحله سوم تعامل همین معادله را نوشته میکنیم. نایتروژن جمع هیدروژن کالت گاز داره، تعامل میکنه در موجودیت کاتالیست، فشار بلند و حرارت تعامل میکنه و تشکیل گاز چی را کرده؟ کدام گاز؟ گاز امونیاره. بسیار خوب. حال دیگه نامش فراموش دام نمیشه. خب این دو را قبلا ما شما تعیین کرده بودیم در این مادله. این را نوشته میکنم. حال بازم نوشته میکنیم تعداد اتم های نایتروژن جمع تعداد اتم های هیدروژن. این طرف تعامل عینه گم تعداد اتم های نایتروژن و تعداد اتم های هیدروژن. این حال تعداد شو باز ما شما می سنجیم. این طرف تعامل تعداد اتم های نایتروژن چند است؟ دو اتم. دو. فوراً اینجا نمیشه می گیریم در مقابل دو. هیدروژن ضرب چند می گیریم؟ ضرب سه می گیریم. این حال وقتی که هیدروژن ضرب سه کردیم تغییرات می آید. خب. تعداد اتم های نایتروژن شد دو اتم. تعداد اتم های هیدروژن چند شد؟ دو سه شش. دو سه شش یا سه دو شش. این حال این طرح میاییم. تعداد اتم های نایتروژن چند شد؟ دو اتم. فوراً دو اینجا نوشته میکنیم. و تعداد اتم های هیدروژن دو سه شش. پس این حال شما اگر مقایسه کنین این تعامل به طرف راست و به طرف چپ تعامل. دو اتم نایتروژن به طرف چپ تعامل، دو اتم نایتروژن به طرف راست تعامل. تعداد اتم های هیدروژن شش اتم، دو سه شش. و تعداد اتم های هیدروژن دو سه شش، شش مساوی شش، دو مساوی دو. پس در این حالت است که معادله چی شده؟ معادله در حالت توازن یا موازنه یا توازن قرار گرفته، یعنی طرف چپ تعامل مساوی به طرف راست تعامل شده. اینا را طوری که در معادله اخیر دیده می شود تعداد اتم های نایتروژن و هیدروژن، یعنی هم نایتروژن و هم هیدروژن به دو طرف تعامل یا معادله چی شده؟ با هم مساوی شده. لذا معادله توزیع گردیده. خوش آوردای عزیز و دوست داشتنی. حالا من یک ارزیابی میکنم. خب موضوع درسی که امروز ما شما بالای صحبت کردیم و شما امرای ما جروبست کردیم کدام موضوع بود؟ موضوع تعامل نایتروژن با هیدروژن بود. یعنی در توزیع یک مدل کیمیایی ما چی میکنیم؟ همیشه تعداد اتم های طرف چپ تعامل
مساوی به تعداد اتم های طرف راست تعامل قرار میدیم. اگر موازنه برقرار نشد تعامل ما غلط میباشه، محاسباتی که میکنیم محاسبات ما هم صحیح نمیباشه بلکه غلط میباشه. پس زمانی که شما اگر در سیم کار میکنین یا در لابراتوار کار میکنین، همیشه اول باید مواد کیمیایی رو نوشته کنین، فرمولا رو درست نوشته کنین، بعد معادله رو توزین کنین. وقتی که معادله کیمیایی رو توزین کردین، اگر محاسبه کار بود یا کدام کار دیگه بود، میتونین که از روی اینمی معادله توزین شده شما چی کنین؟ کارتان را اجرا کنین. اینان کارخانگیتان را بگیرین، نظر به این معادلاتی که ما امروز توزین کردیم، معادله تعامل نایتروژن با هیدروژن، شما سوالتان را حل میکنین. سوال اول، در توزین معادلات کیمیایی کدام چیزها را باید ما مد نظر بگیریم؟ سوال دوم، معادله تعامل نایتروژن با هیدروژن توزین کنین. شاگردای عزیز و نازنین، امید است که از درس امروز برای کپی برده باشین، موضوعات کاملا بر شما حل شده باشه، کدام مشکلی نداشته باشین. شما رو به خداوند متعال می سپاریم. ایام به کامتان بر. تشکر.